هفته بهمن 1387 روز در هم شکستن توطئه رژیم پلید ولایت، خامنه ای، خاتمی، خرازی و ظریف در فرافکنی و گذاشتن نام مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا به مدت 7 سال. In case C-2709, the French Republic against the People's Mujahideen Organization of Iran, the Council of the European Union and the European Commission, the Court by its Grand Chamber hereby 1. Dismisses the appeal, 2. Orders the French Republic to pay the costs. سیزده قاضی دیوان عدالت اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اروپایی، با صدور یک حکم تاریخی، فرجام خواهی دولت فرانسه از حکم دادگاه عدالت اروپا، مبنی بر لغو لیست گذاری مجاهدین را قاطعانه مردود اعلام کردند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با توجه به احکام بیش از 20 دادگاه به نفع مقاومت ایران، زمان آن است که دولت‌های غرب با کنار گذاشتن سیاست کهنه و عقب‌مانده خود به صدای منتخبان ملت‌های خود و احکام عدالت گوش فرا دهند و بپذیرند که حفظ صلح و امنیت جهان در برابر مهمترین تهدید آن، یعنی رژیم آخوندی، جز با برقراری آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران میسر نیست. In case C-2709, the French Republic against the People's Mujahideen Organization of Iran, the Council of the European Union and the European Commission, the Court by its Grand Chamber hereby 1. Dismisses the appeal, 2. Orders the French Republic to pay the costs. چهارشنبه 30 آذر 1390، 21 دسامبر 2011، لوکزامبورگ، مقر دیوان عدالت اروپا. 13 قاضی دیوان عدالت اروپا که عدالت اروپا را در بالاترین سطح نمایندگی می کنند، فرجام خواهی دولت فرانسه از حکم 4 دسامبر 2008 دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کرد
و حکم دادگاه تاریخی عدالت اروپا را که منجر به خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا گردید تایید نمود. قضات دیوان عدالت اروپا به اتفاق آرا دولت فرانسه را به پرداخت تمامی هزینه‌های دادگاه من جمله هزینه‌هایی که از سوی سازمان مجاهدین برای دادگاه پرداخت شده محکوم کردند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی ضمن استقبال از تصمیم قضات دیوان عدالت اروپا گفت صدور این حکم تاریخی بار دیگر بر حقانیت و مشروعیت مقاومت مردم ایران برای آزادی و خلاصی از دیکتاتوری قاصب و نامشروع ولایت فقیه مهر تایید می‌زند. حقیقتی که در طول سالهای گذشته در ده ها دادگاه اعم از دادگاه‌های کشوری مانند آمریکا و فرانسه و انگلستان و آلمان و سوئیس و چه دیوان عدالت اروپا نیز به اثبات رسیده است. این حکم همچنین نشان می‌دهد که در پشت برچسب تروریستی و دیگر اتهامات علیه مقاومت ایران هیچ انگیزشی جز مماشات و کرنش در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران وجود ندارد. به همین خاطر در هر کجا که پای یک دادگاه عادلانه در کار باشد همه این اتهامات و برچسب ها رنگ می بازد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت تأکید کرد لیست گذاری مجاهدین چه در اروپا چه در آمریکا شنیع ترین و فاجعه بارترین روش دولت‌های غرب برای استمالت از فاشیسم مذهبی و در نتیجه مشارکت شرم‌آور در سرکوب مردم ایران است. از این نظر روح عدالت و انصاف جهان بشری با حکم دادگاه اروپا از این همه ظلم و توطئه‌گری ابراز نفرت می کند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت با توجه به احکام بیش از 20 دادگاه به نفع مقاومت ایران زمان آن است که دولت‌های غرب با کنار گذاشتن سیاست کهنه و عقب مانده خود به صدای منتخبان ملت‌های خود و احکام عدالت گوش فرادهند و بپذیرند که حفظ صلح و امنیت جهان در برابر مهمترین تهدید آن یعنی رژیم آخوندی جز با برقراری آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران میسر نیست. کما اینکه دولت آمریکا نیز باید از ادامه این نامگذاری بی اعتبار و ظالمانه که بهای آن خون و رنج ساکنان اشرف و توجیه سرکوب مبارزات مردم ایران توسط دیکتاتوری حاکم است دست بردارد. مسعود رجوی 13 اردیبهشت 1381. رژیم پلید آخوندی زبونانه اعتراف می کند که بسیج و مقابله با مجاهدین خلق همیشه در صدر گفتگوهای دو جانبه ایران و اتحادیه اروپا قرار داشته است. اسوسییتد پرس. یکی از مخاطبین آخوندها در اتحادیه اروپا گفته است ملاها ما را ناگزیر کردند بین نفت و دلار ایران از یک طرف و مجاهدین و حقوق بشر از طرف دیگر یکی را انتخاب کنیم. وال استریت.
اتحادیه اروپا برای جلب رضایت آخوندهای تهران به مخالفان ایرانی برچسب تروریسم می‌زند. رویترز: این اقدام اتحادیه اروپا یک ژست چشمگیر به سمت جمهوری آخوندها است. منابع مطلع در ارگانهای تصمیم گیرنده رژیم قیمت تجاری و معاملاتی این برچسب را قراردادهایی مجموعاً به مبلغ بیش از 7 میلیارد دلار بازگو می کنند. به راستی که وقتی حقارت و تجارت سکان سیاست را به دست می گیرند، جز خیانت به تمامی آرمانها و اصول حقوق بشر انتظار دیگری نباید داشت. طبق توافقها و مصوبات سران سگانی رژیم، از آنجا که اروپا در شرایط بد اقتصادی است، از طریق این اهرم می توان منافقین را در اروپا کنار زد. اگر مقاومت مجاهدین در برابر فاشیسم خوناشام مذهبی مشروع و عادلانه و برحق نیست، پس چه مشروعیت و حقانیتی برای مقاومت ملت‌ها و رزمندگان آزادی اروپا در برابر فاشیسم هیتلری باقی می‌ماند؟ پس چرا فرانسوا میتران از مبارزه مسلحانه در برابر فاشیسم و از مجازات مزدوران گشتاپو و همچنین از مجازات قتل عام کنندگان زندانیان بیدفاع در اردوگاه داخو دفاع می کرد؟ همچنان که تمام استمالت‌ها و دست کشیدن‌ها بر سر و گوش آخوند خاتمی به اصلاح و استحاله و مدراسیون استبداد مذهبی راه نبرد، سرنوشت ایران بی اعتنا به تشبثات آخوندهای ارتجاعی و مطامع استعماری در مساف رو در روی مردم و ارتش آزادی با دزدان و غاصبان حاکمیت مردم ایران تعیین شود. مسعود رجوی، 7 بهمن 1387: سرانجام نیروی عدالت و وجدان بر بند و بست و بهتان پیروز شد.